بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. در درس آموزشی کار میکنیم که چگونه پیوت تیبل خود را نامگذاری کنیم، انتخاب کنیم ملت مختلفش، چطور کات و کپی پیست کنیم، چطور ریموو کنیم، چطور ریست میشه، بسیار گپ های دیگر که مخصوص تنظیمات پیوت تیبل است. خب بریم پیوت تیبل بسازیم. با خود ساخت شما قبل از قبل یادش دارین، در انزرت پیوت تیبل و همچنان موقعیت سلیکت شده به نام ستودنت تیبل شما یادش دارین، کنترل تی و سپس نام برش دادم میتونین. خب بفیلن میریم سوی نیو ورکشیت و اوکی درش بگنم و پیوت تیبل ما یا محل یا ایریاش دیجا میم و حال ما میتونیم که از طریق پین همه او فیلد ها رو بیاریم. مثلا در پروگرامز ما آن میکنم و سپس سکورز آن میکنم، پس هر دوش میفهمه که اول در رو میه و دیگهش در ولیو میه، چون سکور نمبر هست و اوتومات در ولیز مفته. اما ما میتونیم که سمستر را کش کنیم، در کالمز بردیم و دیگه دیتیلز اطلاعات داشته باشیم، یعنی معلومات مزید داشته باشیم. خب حال که ما پیوت تیبل دیجی داریم، میخواهیم که فرض مثالی را انتخاب بتیم در جای دیگری، شما چندین طریقه را دارید. طریق اولتان از طریق اکشن موو تیبل بود. اگر شیت دیگری میخواین نیور شیت و اگزیستینگ میخواین دیجی اگزیستینگ و جای مخصوص انتخاب کردن میتونین. حتمی نیست که در کنج بچسبم میشه پیوت تیبل، میتونین جایش تغییر بدین هر قسمی که دوست دارین. البته اگر بخوایم که در شیت نو پارتم با چیکار کنم، بسیار ساده. مثلا اول ما یک ورد بکن دیگه باز میکنم و حال پس میرم سوی فایل قبلی خود، باز میرم سوی دیزاین و باز میرم سوی بخش موو تیبل و حال به عوض یک نیو بگیرم که در میجو جور شود در اگزیستنگ میگیرم و سپس میرم فایل خود چینج میکنم در بک یک و یک موقع در برش سلیکت میکنم. اوکی، این ما میتونیم که حتی در یک ورد بک دیگر هم انتقال بدیم پیوت تیبل خود. خب مورد دیگه این است که آیا توسط کیبورد هم میشه که ما این انتقال بتیم یا تغییر مکان بتیم؟ بلی، یا این کار توسط کیبورد هم میشه، مثل که کنترل اکس هم فشار بتم کتش کنم برم دوباره در صفحه قبلی خود در کنار بپیم کنترل وی فشار بتم، یعنی کت و کپی پیست هم میشه. اما با یک تفاوت، این ما به فعلا در خود پیوت تیبل خود فیلد کالم رو و ولیو ایرر خانه‌پوری کردیم، اما اگر فیلتر ایره خود هم داشته باشه، مثلا من اینجا بگیرم سمستر خود در فیلتر بردم و این حاله موشما دیجا یک فیلتر آپشن دیجا دارم. این حاله من کنترل ای را اگر فشار بتم سلیک میشه فقط محل پایین، بالا سلیک نمیشه. و کنترل ای دیگه را سلیک کنم مکمل اکسل سلیک میشه، که مکمل اکسل امکان داره اینجا هم دیتا ما داشته باشم. این حاله کت و کپی پیست مکمل دیتا خیلی زمانگیر بوده میتنم. به بی لحاظ بهتر است که ما یک آپشن مخصوص که خودش داره از استفاده کنیم، اون است سلیکت. و در سلیکت ما شما میتونیم انتر پیوت تیبل سلیکت کنیم که محل فیلتر ایریا پیج فیلتر شما سلیکت شود و حال میتونیم کنترل اکس فشار بتم و میتونیم در بک 1 یا 2 دیجا پیستش کنیم. فراموش نشه اگر غلط سلیکت کنیم، مثلا یک محل شو سلیکت کنیم کنترل ای و ایرم کات بگیرم برم دیجا پیستش کنم، ناممکن میشه چون ما درست پیوت تیبل انتخاب نکردیم یا بخوایم که اینو دلیت کنیم. یعنی حتی اگر ما بخوایم پیوت تیبل دلیت کنیم مکمل ما سلیکت کنیم و نه کار نمیدن. به این لحاظ لازم است که همیشه شما اینو در نظر بگیرید که در سلیکت انتر پیوت تیبل سلیکت کنین و حال دلیتش کرده میدارین. حال پس می روی سکرین کلیک کردم، حال دلیت و پیوت تیبل بیخی از بین بردیم. بریم ایره اندو کنیم و هدف اساسی ما این نبوده که ایره دلیت کنیم، بلکه ما میخواییم که فقط دوباره همه چیز را خود ما بچینیم دوباره. در این صورت شما در اکشنز بیاین، در بخش کلیر بیاین و کلیر آل سلیک کنیم. با وقتی کلیر آل گفتین پیوت تیبل شما در جای خودش هست، فیلد در جای خودش هست و حالی یک بگ آوردن میتونیم. مثلا این دفعه سمستر را سلیک میکنم با سکور و سمستر و سکور در پلوش آوردم، اما سمستر را تاورم میکنم که میارم در اینو من رموف کنم، دوباره سکورم پاس کنم، سمستر رو کش میکنم در روز مندازم میشه لیکن در هر سمستر چقدر سکورا گرفته شده. مثلا خب این رو کسی با هم میگه که امی پیوت تیبل چی نام از خود داره؟ تیبل خود از خود نام داره، پیوت تیبل همچنان از خود نام داره. ببینیم سلسله در آپشن اول اگه بین اینجا اسمش هست و میتونین تیبل پیوت تیبل یک دو سه نامگذاری کنین، اما بهترین کار چی است که در هر چیز مشخص و واضح باشن. اینجا میشه نشون کنم student record by semester انتر افشار بتم، یعنی تانستیم یک نام مخصوص برشون بتیم که داینده اگر کت و کپی پیست کنیم یا اینجا انتقال بتیم از استفاده شد. خب کار بعدی که شما دینجا کردن میتونیم در بخش پیوت تیبل، با معذرت، کار بعدی ما در بخش دیزاینش هست.
هدف بعدی ما سوی دیزاینش هست. اما با خود دیزاین بریم دوباره پیوت تیبل خود بسازیم و پس میرم در دیتا سورس خود، میرم دیتا سورس خود سلیکت میکنم، دوباره در انزرت و پیوت تیبل میریم و دوباره جورش میکنم. یعنی جور کردن پیوت تیبل دیگه براتون خیلی خیلی آسان است. خب راستی یک چیز از یادم نره قبل از اینکه من برم سر مورد نام، وقتی که میخواستیم انتقال بدیم شما از طریق کات هم کار کردین، شما از طریق موو هم کار کردین، اما یک طریق دیگه که در ویدیو قبلی ما شما دیدین آد دی و پی هست. یعنی از این طریق هم میشه که شما نیو ورکشیت بگیرین یا اگزیستینگ بگیرین و یک جای مستقل سلکت کنین و فنش استفاده کنین. یعنی اتام میشه یک رای دیگر هم هست. خب پس میریم سوی دیزاین خود. البته در اینجا پروگرام زما کش میکنم در روز مندازم و میرم در اینجا سکورز هم میگرم در ویلیز مندازم. شما متوجه هستین که اینجا پروگرام های ماست، اینجا تعداد سکور هایش هست که در هر پروگرام چقدر سکور گرفته و در آخر گراند توتل دیجی داره. با خاطر از اینکه بتونیم سب توتل داشته باشیم باید تقسیمات یا عمودی یا افقی باید داشته باشیم. به می لحاظ ما شما سمستر هم میگریم بالای پروگرام قرار بدیم و حال ببینین که قیمت نهایی که ما شما دیجی داریم 8679 متشکل از سه قیمتی هست که دیجی موجود است که ما شما سب توتل سما میریم، بلکه چهار قیمت باشن از چهار قیمت است. خب این سب توتال ما شما آن و آف کردن میتونیم، حتمی نیست که اینجا باید باشه. پس در دیزاین شما بین و در سب توتال شما میتونید دو ناشو سب توتال سلیکت کنید و اگر نیاز بود دوباره شما میتونید بیرین عدد باتم در گروپ و در پوینت باتم بیه و پس میبرین تاپ آف در گروپ اضافه کنید. اما متوجه هستین که در قسمت تاپ چون ما عنوان یک داریم اینجا جای خاصی نمیگرن، به یه لحاظ خیلی کوتاه میشه و یک جدول شما ساختن فرض کنید پرینت میکنین و اگه دو ردیفش میره در صفحه دوم، پس این صورت خیلی خیلی خوب از این گزینه استفاده کنین که تاپ اف دی گروپ بیرین. اما اگر فضای کافی دارین و مردم نمیفهمه که تاپ اف دی گروپ عمدتا مجموع داره از خود، پس باتم اف دی گروپ بیرین، قسمی که عمدتا مردم میفهمه، یعنی باشم سهولت بیشتر خواهد بود که در مجموع همیشه در پایین بود نشه شد. اما فراموش ما نشه که تاپ یا باتم هر دوی گزینه ارتباط داره با ریپورت لی آوت ما. با فعلا ریپورت لی آوت ما کامپکت فرم است. کامپکت چی مانه؟ یعنی خرد است. عنوان ما و پروگرام ما در یک ستون است و سکور ما در دیگر ستون است. ما ایتا نمیخوایم، ما میخوایم که در اینجا عنوان و پروگرام یا سمستر و پروگرام ما شما جدا جدا از خود کلام داشته باشه. در اون صورت میتونیم بدون کامپکت آوتلاین ما بگیریم یا تابلر فرم باش بگیریم، هر دوش میشه. اما تفاوت در چی است؟ وقتی که ما شما آوتلاین فرم میگیریم متوجه هستیم که اینجا فضا خالی میشه، سفید میشه، مثل که شما در پروگرام ورد آوتلاین کار کرده باشین یا در پاورپوینت. و حال اگر ما این تابلر فرم بگیریم در تابلر چی میشه؟ تقسیم بندی یا گراف شما دیدن میتونیم. و وقتی که شما تابلر فرم گرفتین اینجا نل در سب توتال ما دیگه نمیتونیم میره تاپ اف دی گروپ سلکت کنیم. مسئله از این قرار است شما باتم و تاپ فامیدین و دیدین اما در اینجا کار نمیده، فقط تاپ در صورت پرکتیس میشه که ما در بخش ریپورت لی آوت یا آوتلاین بگیریم یا کمپکت بگیریم. مثلا من دیجا آوتلاین بگیرم در بخش تاپش قرار میگیرم و اگر باتم بگیرم در پوینت میه. اما متاسفانه این گزینه در تبلیغ نتیجه نمیده، ما نمیتونیم میره ما شما بگیریم در تاپ آف در گروپ، ما هیچ کار نمیده اینجا. درست است؟ خب میریم سوی repeat all item labels و do not repeat. به نظر من اینجا خوب وقتش هست که کار کنیم. repeat all item label لیبل که ما شما دیجی داریم به خاطر سمستر یک نشته است و حال قرار است که یکم تکرار کنم، پس repeat select میکنم و اگر نمیخوایم پس do not repeat select کرده میتونم و اگر پس میخوان compact select کنم دوباره compact select کرده میتونم. اما مشکل در compact است که عنوانی که ما شما نظر به دیتای خود داریم نشانه نمیشه، رو لیبل نشانه نمیشه. به میلیاز بهترین گزینه که من خوشم میاد آوتلاین یا سلیکت کنن یا تبلر فرم، هر کدامش که برای شما مناسب است. برای من تبلر فرم خیلی خیلی مناسب و یک دفتر است، از این استفاده کردن میتونیم. میرسیم سوی موضوع دیگری که موش ما دیجی داریم، موضوع گراند توتال است و یک آپشنه که دیجی گرید است یا خاکسری است که چی کار میکنین بعد بس میکنیم انشالله. اما اول گراند توتال بس کنیم. با خاطر از اینکه بتونم گراند توتال بیشتر بتونم پرکتیس و کار کنم، از اینجا سمستر کشف میکنم در کالمز مندازم و حال شما متوجه هستین گراند توتال هم در کالم هست و هم در ردیف هست و ما میتونیم اینجا آپشن باشه باشم آف فور روز این کالمز هسته کنم که هیچ گراند توتال نیاز نیست و اگر آن فور روز این کالمز بگیرم پس دوباره ظاهر شد و همچنان من میتونم فقط و ردیف هسته کنم که در قسمت کنار بیاد بیه
یا به خود کالم خود سلکت کنم که در قسمت پایین بیارم. یعنی هر کالم ما وقتی که جمع شد در پایین جمع شد و ردیف ما جمع شد و در کنار جمع شد، پس آن آف کردن میتونه ما فرموشنش یک تقسیم بندی خاصی در کالمز لازم هست. اینجا مورد دیگری که در اینجا شما کار کردن میتونه موضوع سب توتل هست و گزینه include filter item in the subtotal هست. این آپشن مستقیم نتیجه نمیده و کار نمیده، بین که بریم این آپشن آن کنیم. با خود آن کردن مجبور هستم یکی دیگه بسازم، پس میریم روی insert و table و ام دفعه او آپشنه که نیاز داره add this data to the data model هست. این آن میکنین اوکی درش میکنین. محال دوباره ما میریم پیوت تیبل خود دوباره مجبور کنیم. البته این کار حتمی هم نبود، گرچه چرا که ما میتونستیم در پوینت بیایم و در مور تیبل کلیک ماوس کنیم، این کار هم میشه دیگه دیتا سورس اضافه شما. خو خیر از ناو ببینین بهتر خواهد بود، چون بیشتری خوب تر است. و حال شما متوجه هستین که اسم تیبل در این بالا نشته میشه و تیبل ها میشه که 5-6 تا تیبل در اینجا پرتین، اما در آینده باید میگم که 5-6 تا تیبل چرا باید پرتیم، چگونه باز مدیریت چطور میشه، اما به فعلا میاریم میشیدیم. خب این دل ما پروگرامر رو میگیرم مندازم در بخش روز و سکورز رو میگیرم در ویلیوز مندازم. کسی به من میگه که خیلی خوب یک کار کو، پروگرامر رو فیلتر بساز، اینا رو فیلتر کو و از بینش بی ای رو پاس کو، بی ای بی رو پاس کو که این بیمانی است، این رو پاس کو و سی سی این ای رو پاس کو، دل رو پاس کو. آیا میتونی این رو پاس کنی از لیست؟ بلیا. هر وقتی که شما میخواین یک فیلتر کنین، بین در خود پیوت تیبل پین و در مثلث کلیک ماوس کنین و خیلی راحت از طریق سلکشن آن آف کردن میتونیم. پس ما فیلتر سلکشن کار میکنیم دینجا، مثلا بی بی ای بی را خلاص آفش میکنم از اینجا، سی سی نه و دلم غیر فعال و اوکی درش میکنم. شما میبینید که نتیجه نو که ما حاصل میکنیم بدون او قیمت قبلی هست، یعنی او پروگرام را دیگه پاس کردیم. اما کسی دیگه با ما میگه فیلتر خوکو در جای خودش فیلتر کردی، مشکل نیست، اما قیمت، اما قیمت به خود بگیره، یعنی مجموعش باید درست باشه. در اون صورت شما میتونین پس بین سوی دیزاین و پس بین سوی سب توتل و این آپشن آن بسازن و شما میبینین که مجموع قبلی بطن میاد 8679 و حال آن آف دیجا نتیجه میدن و حال کارم کرده میدنه. مورد دیگری که مشمول دیجا داریم بلانک روز هست و بلانک و ریموو بلانک روز هست. این در صورت کار میکنه که مشمول بریم بازم در سب توتل بحث کنیم. البته خب مورد آخری شما بهتر خواهد بود. خب پروگرامز رو گرفتیم و سمستر هم مشمول در بالش مندازیم و حال یک ردیف خالی دیگه نیاز داریم، پس insert blank rows سلک کردن میتونیم. بخاطر وضاحت بیشتر خیلی خوب است و خصوصا اگه شما سب توتل شما آن آف میکنین در باتم میرین بگین کم فضا داشته باشه خوب است و غیر صورت میتونین ریمووش کنین. نظر به پرنت خودتان است، اگر پرنتبل میسیزن خوب تر خواهد بود.